دوستان، من اول در واقع بهنام رو معرفی کنم. بهنام مزاری از روزنامه نگاران و خبرنگاران قدیمی حوزه موسیقی در کشور هستن که ما سالیان سال مطالب همدیگر رو میخونیم، همدیگر رو فالو میکنیم در رسانه هایی هم. حالا هیچ وقت ولی نشده ما با هم یه جا کار کنیم و کم سعادتی من بوده. بهنام، در مورد هادی پاکزاد صحبت های ابتدایی تو میشنویم تا بریم سراغ گپ و گفتی که در واقع تو منم همیشه رجوع میکردم به گزارش ها و مصاحبه های تو و اتفاقا واقعا جز معدود آدم هایی بودی که من میتونستم استناد کنم. هم لطف داری حتما. بس پاکزاد، ببین، خب خیلی شایعه ها وجود یعنی وجود به وجود اومد بعد از مرگش و واقعا هم به نظرم همیشه پیش میاد این شایعه ها و درست نیست آدم بهش بپردازه. خب خیلی چیزا هستش، ولی از روی خود کارهای هادی به نظرم بعد از اینکه این اتفاق افتاد، وقتی رجوع میکنی به خود کارا و تاریخچه کارا، کاملا باورپذیر میشه که این اتفاق ممکن بوده بیفته. ببین، نوع حادثه طوری بوده که قبلا حتی تو کارها رجوع شده بود. مثلا اسم انواع و اقسام قرص ها توی کارهای هادی پاکزاد اومده، قرص های آرام بخش، قرص هایی که مثلا چه میدونم مربوطه به این قضیه، یا اصلا نمیدونم حالا خودت چقدر هادی پاکزاد، ولی مثلا یه کاری داشت اینجا نوشتم اسم پایان، بسیار ترک سیاهی ایران به نظر اگرش بخواید بپردازیم، یه چیزی شبیه اون وصیت‌نامه چاوشی خیلی سیاهه. اینم خیلی دار که مثلا داره یک راوی خود بعد از مرگش داره روایت میکنه زندگیش رو و تازه آخرش مثلا میفهمه که مرده بود و خیلی ترک سیاهیه. باز هم داره اینجوری نمیدونم از کجا بگم. سال 81 همون موقع که هادی پاکزاد اولین آلبومش رو داد، خیلی اتفاقی اون موقع خب اینترنت دایالاپ بود و معمولا آلبوم ها مثلا دست به دست میچرخید. من از طریق یکی از دوستانم که راک و متال باز بود گرفتم و خیلی خوشم اومد از آلبومه. اگه بیشتر توضیح بدم، شاید وجه جالب کار هادی پاکزاد این بود که خب واقعا به نسبت بچه‌ای که حالا حتی دارن راک و متال کار میکنن تو ایران، صدای ویژه‌ای نداشت این آدم، مثلا بگیم خب پرفکتیه یا چی. از اون طرف موزیک ها هم موزیکایی بود که مشخصا خیلی روش فکر شده بود، ولی مثلا خیلی از اثرها بودش که میکس و مستر درستی نداشت، تنظیم خیلی منظمی نداشت، یعنی اینجوری هم تو کاراش پیدا میشد. این باز ویژگی رو نمیشه حتی به موسیقیش داد. بار قضیه رو به نظرم شعراش حمل میکرد که خیلی جالبه برای من، باز هم شاعرانگی ویژه‌ای نداشت. یعنی مثلا اون شاعر بازی هایی که شاعرها تو کاراشون دارن، اون استعاره ها، اون پیچ و تابای عجیب و غریب شعر، اینا رو هم نداشت. یه فیلسوفی بود که میتونست با وزن و قافیه حرفاشو بزنه. این وچه در واقع شاعرانگی و کلام هادی پاکزاد به قول تو خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. حتی توی نشست خبری که برای آلبومش در واقع توی تهران هم داشت، اتفاقی که اونجا افتاد، خودش هم توی مصاحبه با من دقیقا دست گذاشت روی این نکته که دقیقا هم حتی تاکید کرد، گفت که یه خانومی وسط نشست خبری یهو برگشت گفت که واقعا شما هادی پاکزادی، شما یه خواننده ای، یعنی با یک حالت سوالی عجیب و غریب ازش پرسیده که تو اصلا مگه خواننده ای؟ اصلا من به وجه خوانندگی تو اصلا آشنا نیستم، انقدر که درگیر شعرها و کلام تو هم، هیچ وقت نمیدونستم که خواننده، یعنی که یه سری مخاطبان شدن نمیدونستم که این آدم خواننده است واقعا. ببین، کلامش واقعا منحصر به فرد بود دیگه. ببین، تو دوره ای هم اومدش، یعنی اولی آلبومش و بعد اینا، تو دوره ای اومدش که در واقع خیلی راک و متال داشت با توی ایران، یعنی هم دوره ها شروع کرده بودن، همه مثلا اون موقع اوش خاک بودش، میرا بودش، یه سری گروه های این شکلی بودن. هادی پاکزاد هم دقیقا همون تایما، حالا یکی دو سال اینورتر همون تایما اومد، منتها ویژگی که نسبت به بقیه داشت، آره شاید باره مثلا موزیکش ضعیفتر از بقیه بود، خوانندگیش ضعیفتر از بقیه بود، اما خب مثلا اونا داشتن همه شعرهای حافظ و مولانا و سعدی و اینا میخوندن، این آدم اومده بود داشت حرف خودش رو میزد و چقدر حرف مدرنی میزد. مثلا چه میدونم تو دهه 80
توی مثلا شعر ایرانی مثلا مفاهیمی از زیست شناسی میاره، مثلا از شیمی فکت میاره، از مثلا فلسفه فکت میاره، یه چیز عجیب غریب این شکلی که توی مثلا آهنگامون ما تا حالا تجربهش نکرده بودیم. اینش خیلی نو بود، خیلی جدید بود و درستم بود، یعنی به خاطر شعر یا به خاطر موسیقی اون حرف رو فدا نمیکرد، به خاطر حالا جور شدن یه قافیه یا چیزی، یعنی یه فلسفه درستی پشت کار. اینش بزرگترین ویژگیش بود به نظرم. مثلا اگر هادی پاکزاد شاعر نمیشد، میتونست مثلا بازم نویسنده خفن باشه، یعنی چون یه تفکر و کسی بودی که در واقع بعد از این اتفاق با چند تا از اطرافیانش تونستی حرف بزنی و باهات گپ زدن و دلایل مختلف صحبت‌های مختلفی رو ارائه دادن. یه ذره میتونی این موضوع رو بازش بکنی که اصلا از حرف‌هایی که اطرافیان هادی پاکزاد میزنن چقدر میشه با جدیت و با قدرت به شخصیت ها، به لایه‌های درونی شخصیتی در واقع این آدم پی برد؟ ببین خب بعد از اینکه این اتفاق افتاد، من خیلی تلفن رو گرفتم دستم، زنگ زدم به اینو اون آدمایی که میشناختنش دیگه، و خب خیلی چیزهای مشخصی دریافت نکردم، ولی اون چیزی که در نهایت میتونم بگم اینه که اینقدر سیاهی که ما توی مثلا چه میدونم، سیاهی نه به اون منظوری که مثلا حالا بگم سیاه نمایی، یا در واقع یک جور تلخی آثار پاکزاد نمیپوشه، اون چیزا تو زندگیش خیلی معنی نبوده، یعنی مثلا شغلش یه جوری بوده که کاملا تفاوت داشته با اینا، کار ساختمون و اینا بود، بعد زندگیش هم مثلا لایف استایلش هم اون شکلی نبوده. خب از عکسایی که بسیار بر رو بود و خیلی هیکل میزونی داشت، مثلا نشون داد که خیلی به این جوانه کمی، و دوستان و اطرافیانش هم میگفتن که خیلی آدم آرومی بود، ولی باگ شخصیتی توش پیدا نمیشد که بگیم آقا مثلا این الان این ضعف شخصیتیه یا این یه چیزی توش پیدا میشه بخدا. و خب مشخص هم هادی پاکزاد پروموت کارش بدک نبود به نسبت زیرزمینی بودنش و به نسبت راک بودنش. مثلا موزیک ویدیوهایی که تولید کرد، نمیدونم دیدیشون یا ویدیوهای متفاوتی بود، و اینکه این آدم پیگیر مجوزش بوده، رفته مجوزش رو گرفته، یعنی اصلا هیچ نشانه ای تو از این آدم پایان راهش بوده نمیبینی تو زندگی. حتی دوستاش میگفتن که مثلا قبل از اینکه این اتفاق بیفته اینقدر شیک هم رفته، مثلا حساب کتاباش رو درست کرد، پرداختیاش رو درست کاراش هم کرده، عمروی خیلی آگاهانه انگار رفته سراغ ودیه. آره این میگم حرف حدیث خیلی زیاده، یعنی اونقدر که در مورد این نکته هم که گفتی من خیلی تحقیق کردم و کاملا درسته اتفاقا، یعنی خیلی ظاهرا اصلا دوتا مقوله کاملا جدا بوده، مقوله شعر این آدم با شخصیت و کاراکتر در واقع شخصیش دوتا زاویه کاملا جدایی بوده، یک آدم بسیار خوشحال که صبح تا شب مثلا خیلی حالش خوب بوده، چه میدونم تو بیزنس شخصی خودش موفق بوده، از اون طرف برداشتی ولی که از نوشته های این آدم متساعد میشه، یک آدم افسرده به شدت غمگینه، به شدت دارک، ولی خب اصولا ظاهرا شخصیت واقعیش این نبوده، یعنی خیلی هم اتفاقا آدم خوشمشربی بوده، دوستان و آشنایان زیادی داشته، میچرخیده باهاشون. یک نقل قولی دیدم که از یکی از دوستانش گرفته بودی درباره در واقع نوع ارتباطات خانوادگی هادی پاکزاد، چه جزئیاتی از این موضوع وجود داره؟ رابطهش با خانوادهش چجوری بوده که یه همچین اتفاقی تراژیکی رخ داده و بعد گفتی که این ویدیوها رو فقط مادرم و خانواده‌ام از خودکشی من ببینن؟ خیلی جالب. حالا این که میگی من خودم دقیقاً یادم نیست، ولی آره یکی از آشنایانش بود و اینا، اونم باز به نرمال بودن این قضیه اشاره میکرد، یعنی میگفتن که نرمال بوده همه چی و اصلا چیز نیست و اصلا جای سوال باقی نمیذاره. من بازم فکر میکنم با برایند همه این اطلاعات نامفهوم و گنگ، واقعا فکر میکنم مسئله درونی هادی بوده، فکر میکنم واقعا بیشتر حرف درونی بوده که نموده بیرونی داشته باشه. به نظرم خیلی حواسه، خیلی مرتب بوده همه چیزاش، یعنی آدمی نبوده بیرون داستانی داشته باشه. و اینکه اینقدر
رفته حساب کتابشو داده، بعدم اومده شیک رو دیوار نوشته و اینا کاملا انگار آگاهانه است. خیلی خیلی تلخ هم هست، یعنی بعضی جاها بعضی از دوستان من که حالا زیاد در جریان فعالیت‌های خودی نبودن، این موضوع وقتی من نوشته بودم اصلا با یه حالت تعجب، مگه میشه، مگه اصلا همچین چیزی بود، یعنی خیلی عجیب و غریب بود. سوال بعدی من ازت اینه که فکر می‌کنی چرا هادی پاکزاد با این همه استعداد در نویسندگی و حالا به مرور در آثار موسیقاییش، چرا اونقدری که باید در خارج از جغرافیای مشهد شنیده و دیده نشد؟ طرفداران زیاد داره، قبولم دارم، از دیروزم کلی در واقع من تو جای مختلف دارم باهاشون چت میکنم. فکر میکنی این گستردگی چرا هیچ وقت اونقدر بزرگ نشد که کنسرت های بزرگ تهرانش ختم بشه؟ یه مقدار به خاطر خود کاراکتر است، با این همه درونگرایی که ما داریم الان میبینیم، به نظرم خیلی آدم نبوده، خیلی آدم پیگیری نبوده بالا کارش. یه مقدارم شاید، حالا نمیتونم بگم آرتیست مؤلف چون خیلی شاخصهای دیگه باید داشته باشه آرتیست مؤلف، ولی شاید همون مثلا صدایی که مثلا شاید خیلی ویژه نبوده یا اشعاری که شاید درک نمیشده واقعا. ما الان مثلا مضامینی رو توی کاراش میبینیم که الان مثلا تو سریالای مثلا مثل وست وورد میبینیم، توی این یکی چیه میرور چیه اسمش، یه مثلا یه سری چیزای مفاهیم رو میبینیم که الان خیلی مثلا توی جهان باب شده. ما مثلا سال دهه 80 این کارا رو توی کارهای هادی میدیدیم این مضامین رو. یه مقدار میشه حد زد که چطور ترد شه، و اینم هستش که ما اصلا نه که بخوایم بگیم قدر هادی پاکزاد رو ندونستیم، ما اصلا هادی پاکزاد رو کشف نکردیم، خیلی مخاطبینش کم بود و شاید بعد از این اتفاقای آدم ها رفتن سمت این که بسن که چی، ولی مخاطبینش واقعا کم بود. من یادم حتی مثلا یه سایت داشت اون موقع، تو سایت خودش کارا رو میذاشت فقط، جایی نبود پخش داشته باشه، و میگم همینجوری دست به دست سیدی ها اینجوری میچرخید دیگه. نمیدونم چرا، ولی فکر میکنم اون بروبیایی که بقیه راکرهای بچه های مشهد داشتن نداشته دیگه. یعنی اصولا سوالی هم چون امروز از کاوه پرسیدم، اصولا مشهد نمیدونم تو آبش چی میریزن که اینقدر پتانسیل تربیت و آرتیست ها و موزیسین های قدر رو داره، نمیدونم چی داستان. من خیلی اتفاقا هم نکته بامزه بود، خیلی پارسال پیرارسالا پیگیر بودم که چرا هرچی را کرداری مشهدیه، نمیدونم که داستانی دارم. یه حرف جالبه میدونم، نمیدونم کاوه آفاق بود یا هومن اجدری بود، گفت تو مشهد یه دوره ای یکی دو تا این چنل های روس می افتاده رو تلویزیون، بعد اونا چنل های اینا توی نوجه خیلی دیدن علاق من شدن برا، یه نظریه هست نمیشه حالا بستش داد، ولی چیز ممزه ای بود که تعریف دیدن. بنام میخوام به همون بگی که به نظرت میراث ماندگار هادی پاکزاد برای نسل های بعدی در حوزه موسیقی و کلام چی میتونه باشه؟ خیلی هادی رو دوست دارم، ولی نمیخوام چیز بی ربطی بگم، شاید میراث خیلی خاصی نداشته باشه، اما هادی یه چیز متفاوت بود، یه تیست متفاوت بود تو موزیک، واقعا واقعا باید بیشتر شنیده و حیف حیف تو دوره الان خیلی از این چیزا رو ما الان مفاهیم و مضامینی که هادی استفاده میکرد تو موزیک رپ و آرندی و موزیک زیرزمینی زیاد میشنویم دیگه، خب ولی یه نمونه کلاسیکش بود دیگه، یعنی یه چیزی بود که مرجع بود، میتونیم الان بهش رجوع کنیم بگیم آقا ما هادی پاکزاد هم داشتیم این شکلی بود، درسته شنیده نشد، شاید بعدها هم خیلی اینجوری نمیشه که بگیم اسطوره رویایی شه و اینا، ولی خیلی متفاوت بود و واقعا حیف بود. من یه چیزی بگم در موردش، خیلی هوشمند بود هادی پاکزاد و شاید نمیدونم شاید از این بازی‌ها بازم کرده باشه، تو یکی از ترانه های آلبوم اولش به اسم من یا همون می که به خب معمولا هم انگلیسی بود اسم آلبوم اسم آهنگاش، ما اگر اول هر بیت رو یعنی حرف اول هر بیت رو تا انتهای ترانه برداریم و کنار هم دیگه بچینیم میشه هادی پاکزاد. جدی؟ این چیزی که تا حالا جای گفته نشده درسته؟ اینو توی اون زمان من یادمه توی سایت خودش فقط یه اشاره ریزی کرد و بعد هم سایت اصلا حذف شده رفت. یه بار دیگه بگو، من زیاد متوجه نشدم، یه بار دیگه جزئی‌تر بگو.
اولش سرزمین ترس یه آهنگ داره به اسم من که میگه آلاله برگرد از تبدید، خیلی هم بد کوالیتی آهنگ، ولی حرف اول هر بیت رو، نه هر مصرع، حرف اول هر بیت رو اگر برداریم کنار میشه هادی پاکی. این نکته خیلی با من که ممکنه از این بازی های این آدم بازم کرده باشه، چون آدم نابغه‌ای بود، واقعا آدم میشه گفت نابغه‌ای. و چقدر زود متاسفانه از دستش دادیم و چقدر بد این که انقدر در واقع هنوز علامت سوال ها در موردش زیادن، اطرافیان و خانواده ترجیح دادن سکوت کنن، هیچ در واقع توضیحی در موردش هیچی نمیدن. یعنی آدم که من حالا بهشون امروز با هم با برادرشون صحبت کردم، هم با اطرافیانش، هم با هم خونش صحبت کردم، گفتم ببین ما قراره که یه سری شایعه ها و علامت سوال ها رو تمومشون کنیم، یعنی انقدر در مورد این آدم داره حرف و حدیث های مختلفی میشه، یه جایی به هر حال باید نور تابونده بشه به روی واقعیت که بیاید و حرف بزنید. به هر حال این آدم یک نقطه، یک جای پای در حوزه هنر و موسیقی در ایران داشتی که متاسفانه الان با این اتفاق خودخواسته‌ای که داشت تحت تاثیر اون قرار گرفته. شاید جنبه های هنری هادی اونقدر مورد توجه قرار نگرفت که شاید در واقع این اتفاق بیشتر دیده شد. و نقطه تراژیکی که میخوام بحث آخرم باهات باشه این بود که بعد از خبر فوت هادی پاکزاد، آلبوم تاریکی به یک باره 17-18 پله در رنکینگ پرفروش های آلبوم در ایران بالا اومد و تبدیل به یکی از سه آلبوم پرفروش ماه در سامان های فروش آنلاین شد. این موضوع رو چطور ارزیابی میکنه؟ ببین این که همیشه اتفاق میفته در مورد آدم هایی که این اتفاق براشون میفته، بلا فاصله بعدش آدم ها میرن ببینن این چیه. ولی خب خود آلبوم تاریکی از تکترک های آلبوم های قبلیش بود و خب کارهای ویژهش هم نبود، یعنی یه سری کارهایی بود که میشد مجدد بگیره. بازم به نظرم اونایی که فقط به آلبوم رجوع کردن چیز خاصی در اسکیلشون نمیشه که این آدم کی بود. ولی من بذار آخرین، به عنوان آخرین حرفم، چند تا ترکش رو پیشنهاد کنم همه برید گوش بدید که هادی خیلی توی اونا تعریف میشه به نظرم. یکیش اقیانوس انزوا اگر اشتباه نکنم، من اینجا نوشتم، باز اینجا نوشتم، آره، توی آلبوم ارتباط با کرها که بسیار کار ویژه‌ایه، دو تا روایت داره. هادی اینجا یک بار خودش رو کسی میبینه که از عمق دریا روایت میکنه، از عمق اقیانوس، و بعد یه خانم خونه پارت دوم ترانه رو که بازم ترانه هادیه، اون خانم از هوا روایت میکنه، از اوج ارتفاع روایت میکنه. این دو تا تناقضیه که به نظرم میشه تو زندگی هادی هم نگاهش کرد. و یکی ترک همون اندلس اگه اشتباه نکنم، یا دی اند اگه اشتباه نکنم، که توی همون آلبوم برای چهارشه، اسم پایان هم میشه. اینو هر کی گوش داد یه بار گوش بده، چون خیلی ترک تلخ و سنگینیه. و یکی از بهترین ترکاش هم مال همون آلبوم اون اولشه که من خیلی نمیتونم بگم بهترین ترکش، من اون آهنگو خیلی دوست دارم که اسم دریاد، یه دو تا ورژن دیگه استرینگ گرفتم با ریخونده روش، یه ورژن راکتور داره که تری کلیپ با معظم داشت ما سال همون 80. خیلی به نظرم هادی توی اینها تعریف میشه. یه چند ثانیه صدات رفت، اسم ترک آخری که گفتی رو در واقع من خودم هم نشنیدم. دریاد. بهنام، با توجه به اینکه من به رضا گفتم 9:30 میاریمش بالا، از خیلی ممنونم، اطلاعات بسیار بسیار کامل، یعنی کاملا مشخص بود که فن این آدمی و کاملا همه کاراشو پیگیری بودی. خیلی ازت ممنونم که قبول کردی بیای. مرسی، شبت بخیر. خیلی ممنونم بهنام. مرسی، خیلی ممنون. سلام. سلام، خدا رو شکر رفتی خونه انشالله. تو ماشین نیستی که؟ نه تو خونه هم، خیالت راحت، همه چی هم آرومه. سعی کردم یه فضای خیلی آرومی رو درست کنم که صدا به صدا برسه. خودت شرایط منو می‌دونی. صدای ما رو شما دارید انشالله؟ من اصلا دالبی دارم الان صدا تو. خدا رو شکر. من رضا کریم تبار از ناشرین قدیمی و در واقع تهیه کننده های حوزه موسیقی آلبوم آخره، حالا خودش البته توضیح میده، من یه معرفی کوچیکی میکنم بعد در واقع صحبت های خودش میشنویم. رضا کریم تبار فردی بود که خبر فوت هادی پاکزاد رو نصف شب، ساعت 1 نصف شب 6 خرداد سال 95
توی تلگرام به من داد و بعد خبر رو منتشر کردیم و بعدش اون اتفاق رضا خودت در مورد اون شب به ما چی میتونی بگی؟ بذار من کامنت ها رو ببندم فقط. خب بهمن 6 خرداد یادت دیگه اون سال و اون روز و اون ساعت و دیگه چیزی هم که دیشب شیر کردیم متوجه شدم که اصلا چطارم هنوز نگه داشتیم. خب تاریخیه که فراموش کردنش یه ذره سخته، از این جهت سخته که خب هادی یهو یه چنین حرکتی رو کرد و هممونو تو شوک فرو برد. البته خب یه چنین تصمیمی رو یه چنین اتفاقی رو آدم ها نمیان جار بزنن، تعریف کنن، پیش زمینه براش بچینن. طبیعی بود که یهو این حرکت رو بزنه، اما یهو از این جهت دارم میگم که هادی تو شرایطی من نمیدیدمش که بخواد یه چنین اتفاقی رو انجام بده، یه چنین عملی رو انجام بده، اما شرط. و چرا؟ این چرا واسه همه هست. حرف و حدیث هم زیاد پیش اومده و همین الان به زرس قاطع میتونم بهت بگم که 90% حرف و حدیث هایی که بعد از فوت هادی پیش اومد بهمن هیچ کدومش زرد نداره. همین دیگه نکته هم اینجاست که هیچ کسی نمیاد درصد 90 در ببین بهمن من دارم خیلی مطمئن بهت میگم 90% تمام. ببین خیلی زشته که ما خبرگزاری رسمی کشورمون اسم نمیارم، خبرگزاری دولتی کشورمون بخواد یه خبری رو به دروغ بزنه. چرا باید این کار رو بکنه؟ ببین ما نیومدیم موشه کافی کنیم که اون شب چه اتفاقی افتاده، اما من فقط اومدم بگم که آقا 95% 90 الی 95% اتفاقهایی که تمام خبرگزاری ها، سایت ها، دوستان، آشنایا اینا روایت کردن همش، یعنی همش بافته ذهن خودشون بوده. اصلا یه چنین چیزهایی صحت نداره. به باز کردن اینا جز اذیت کردن خانواده هادی هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم و به نظر من یه جایی باید همه اینا بسته بشه. به من نمیدونم تو موافق حرف من هستی یا نیستی. آره ولی خب سکوت خانواده داره این شایعه ها رو بد و بدتر میکنه و اطرافیان. من میگم چرا؟ یه جایی بالاخره باید نه به من اصلا چیزی رو بد و بدتر نمیکنه. خانوادهش دلشون نمیجه، جز مسائل شخصیشونه، دلشون نمیخواد این مسئله شخصیشون علنی بشه. شاید من رفیق تو دوست ایکس ایگرگ کمم نیستیم ما بدونیم که اون شب چه اتفاقی افتاده، خیلی با مستندات خیلی محکم بدونیم که چه خبر بوده، اما شاید نخواهیم مسئله شخصی هادی و خانوادش باز بشه. بله احترام گذاشتن به فضای شخصی آدم ها من کاملا موافق این موضوع هم اصلا، ولی یه جای بد قضیه اینجاست که خب یک اتفاق تراژیک از جوانب مختلف مورد بررسی قرار میگیره. یک سری هواداری هستن که سوالاتی میپرسن. احترام به فضای شخصی و حریم شخصی آدم‌ها. من یه سوالی من دارم، چند درصد طرفدار و این چیزی که تو میگی هوادارای هادی بعد از مرگش هوادارش شدن میدونی اینو؟ تقریبا هیچ کدوم. تقریبا من فکر میکنم همه هواد قشر مخاطب هادی پاکسات قبل در واقع فوت ایشون هستن. چیزی که من احساس میکنم یه خاطره رو تعریف کردی، بذار من درستش رو تعریف کنم. مراسم رونمایی آلبوم هادی پاکزاد بود. اینو امروز با مسعود فیاض‌زاده یه مرور کردیم با همین خاطره رو. یه خانمی اومد به هادی گفتش که هادی پاکزاد تویی؟ هادی گفت خب آره منم. گفت چجوری الان زنده ای؟ هادی گفت خب من معذرت میخوام که زنده ام. یعنی چی؟ میگو با این چیزایی که تو نوشتی ماهایی که داریم میخونیمش، ماهایی که داریم میشنویم حس مرگ داره بهمون دست میده، تو چجوری الان زنده ای؟ حالا من میخوام برعکسش رو بگم، هادی اصلا چنین شخصیتی نداشت. یکی از اکتیو ترین، یکی از ببین همه ماها مشکل داریم تو زندگیمون. اکثریت ماها داروهای اعصاب و روان مصرف کردیم. اینی که بهنام میاد میگه که آره توی فلان ترانش آره زاناکس استفاده کرده، فلان دارو رو استفاده کرده، اینا الزاماً این نیست که هادی حتما همه اینا رو مصرف کرده. متوجه عرضم شدی؟ آخه تو گزارش پلیس هم بیان شده دیگه، بیان شده که در کنار ایشون یه سری ورس هایی رو در واقع کشف کردن. میدونی اینقدر توی تردید تو وجود داره؟ نه 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 نه، من تو خونم الان دو تا گونی قرص دارم فقط. اگر شب سرمو بذارم زمین صبح بلند نشم، به نظرت این قرص ها آلت
جرم مرگ منه. نه ببین توی گزارش خبرگزاری من ببین این جمله رو گفتن که در کنار در واقع ایشون یک عالمه قرص دورش ریخته. من و تو خب تو خونمون قرص رو نمیانیم بریزیم دور خودمون. خب ببین من اسم نیاوردم اول صحبتم، تو اسم آوردی. خب خود خبرگزاری میزان 50% خبری که گذاشته بود همش کذب بود. اصلا من نمیدونم اصلا چرا یه چنین خبری رو گذاشته بود. آخه اونم خبر خودشون نذاشته، گزارش پلیس مشهد رو گذاشته، یعنی روایت دیگه بدتر. خب دیگه بدتر، اینطوری به غیر از قوه قضاییه باید پلیس مشهد هم متهم کنی که آقا چرا میای یه گزارش دروغ میدی که خبرگزاری قوه قضاییه بهت این گزارش دروغ بکنه خبر، و پشتبندش هزار تا سایت خبری دیگه بیان بله متاسفانه راجب این مرجع غلط اینو بکنن مرجع منبع خودشون، این خبر رو هی بخوان شیرش کنن. خب همین خبر غلط خبرگزاری میزان به استناد گزارش پلیس آگاهی مشهد، همین باعث میشه چی؟ این همه حاشیه، این همه شایعه و حرف و حدیث. یکی میگه رو دیوار خونش این نوشته، یکی میگه فلان کارو کرد. نه اصلا به من چنین چیزی نبوده هادی. اون چیزی که از هادی نوشته شده، بلی، با اون چیزی که از هادی شنیده شده برداشت میکردی، با اون چیزی که از هادی که میدیدی برداشت میکردی، اگر بهت بگم 180 درجه اپسیلون این بر اون بر تفاوت نداشت. اصلا هادی شخصی یا هادی دیگه بود، اصلا این هادیی که داری میخونی یا میشنوی نبود. خب برای همین یه ذره میدونید، شاید اونایی که میدونن چه خبر بوده، اونایی که از اون شب خبرای موثق تری دارن، شاید یه ذره بیشتر اذیت شن از این همه حرف و حدیث و این همه شایعه که داره پخش میشه. و یکی از دلایلی که ببین الان دو نفر امشب میتونستن خیلی خوب صحبت کنن به جای من، اولیش بیژن بود که خب من میدونستم بیژن صحبت نمیکنه به من، دومیش مسعود فیاض‌زاده بود. مسعود من با هر دو اینا صحبت کردم دیگه، من خب از امروز هر دوشون حرف زدم. خب هر جفتشون واحد که ترجمه میدیم فعلا صحبتی نکنیم. ببین بهمن اینو برای همیشه باید یه طوری تو گوش مخاطبای هادی بکنیم، فعلنی در کار نیست، قرار نیست راجع به یه سری اتفاقهایی که افتاده اصلا صحبتی بشه. خب حالا چه از طرف مسعود، چه از طرف بیژن، چه از طرف هر کسی دیگه که مطلعه. خب منم با مسعود خیلی صحبت کردم. مسعود کسی که هر 10 تا آلبومی که هادی کار کرده، تمام موزیکای هادی رو فقط مسعود کار کرده، یعنی از مسعود نزدیکتر، از بیژن برادر هادی نزدیکتر به این آدم ما نداشتیم. به نظرت داشتیم؟ نداشتیم. اما میگم به نظر من این شایعه ها، این حرفا، این حدیثا، اینا رو باید یه جایی ببندیم. من شنیدم که قبل از در واقع روز قبل از این اتفاق تو مجوز کنسرت تهران هادی رو گرفتی. روایتت رو میگی که وقتی خبرش رو بهش گفتی واکنش چی بود و چطور ممکنه با یه همچین خبر خوشحال کننده بعد از این همه سال مجوز گرفتی و فرداش این آدم دست به اون کار بزنه؟ بابا بذار من یه چیزی رو اینجا بگم، به قول خودت سطح در تاریخ بشه. خب هادی پاکزاد آرزوی روی استیج رفتن نداشت، یعنی آرزو به دل نموند. چرا؟ چون به این آرزوش رسیده بود. هادی سال اگه شما نکنم 82 خب مشهد کنسرت میذاره، 6 سانس 8 سانس کنسرت تو مشهد فقط میذاره و سولدات هم میکنه. آماره که میتونم بهت بدم نزدیک 4000 الا 5000 تا بلیت فقط فروخته بوده هادی سال 82. یعنی اتفاق خیلی عجیب غریبی بوده اونم تو مشهد. متاسفانه سال 82 که حالا تغییر تحولات سیاسی که اتفاق میفته، کنسرت تو مشهد ممنوع میشه و هادی هم قید کنسرت رو میزنه کلن توی مشهد و حتی تو تهران. نه اینکه تو تهران اقدامی بکنه و نشه، نه اصلا اقدامی نمیکنه. چرا؟ چون اون ایدئالی که میخواسته رو بهش رسیده بوده تو مشهد و اون کنسرتی که دوست داشته، اون اتفاقی که دوست داشته با آلبوم اولش سرزمین وحشت یا سرزمین ترس فرقی نمیکنه که سال 81 میادش بیرون، اتفاق افتاده بوده براش. یعنی اینی که میگن هادی پاکزاد به خاطر روایت کنسرت تهرانش، روایت کنسرت تهرانش هم میگی بهمون؟ ببین آره، با این پیش زمینه میگم که هادی به شدت آدم کمالگرایی بود، به شدت. اگه اشتباه نکنم
چهارم دی ماه بود اگه اشتباه نکنم، چهارم دی ماه بود رونمایی آلبوم تاریکی، قرار بود 7 و 8ش، یعنی 7 و 8 دی همون سال، یعنی 3-4 روز بعد از رونمایی آلبوم کنسرتش باشه که نشد، مجوزش هم صادر شد، همه کارش هم انجام شد، نشد. علت نشدنش این بود که میگفت من دوست دارم گروه هم پرفکت تر باشه، دوست دارم موزیکام چفتر باشه، دوست دارم یه کیفیت خیلی بهتری برم رو استیج. کنسرت بعد 14 و 15 مرداد بود، من خبر 14 و 15 مرداد رو به هادی دادم، یعنی کارش انجام شد، مجوزش صادر شد بدون هیچ دغدغه‌ای، بدون هیچ هیاهویی خبرش دادم به هادی، مثل همیشه شنونده اما یه ذره بی‌حال‌تر. حالا این چی تو ذهنش بود من نمیدونم، شاید یه مسئله شخصی بوده، اما اینو میخوام بگم که این شایعاتی که هادی به خاطر مجوزش، به خاطر اینکه روی استیج نرفت، نه این اصلا هیچ چیزی نبوده. هادی اگر اون کار رو انجام نمیداد، اگر اون اتفاق اون شب براش نمیافتاد که خودش باعث افتادنش شد، 45 روز بعدش میره فوستش. نه آره دیگه، تقریبا 2 ماه بعدش میره فوستش، یعنی خودش هم میدونست که میره روی استیج. نه اینکه بگم اگر صبر میکرد، نه صبری در کار نبود، کاراش انجام شده بود، میتونست بره روی استیج، خودش انتخاب کرد که روی استیج نره. و فکر میکنم همون 24 ساعت با همون خبر براش بس بود دیگه. این در واقع آخرین گفتگوی تو بود دیگه، و این آخرین گفتگوی تو با هادی پاکزاد بود. اگه اشتباه نکنم شب قبل از اون اتفاق بود، شب قبل از اون اتفاق بود آخرین تماسی که باهاش داشتم. اکثرا هادی تماس میگرفت، اما خب اون بار من تماس گرفتم که خبرشو بدم بهش، که بیشتر شنونده بود تو اون تماس همین. اما یه تنها چیزی که من آرزو میکنم اینه که ماها یه ذره بیشتر قدر هادی پاکزاد ها رو بدونیم. ببین هادی پاکزاد از این که بهش میگفتن تو یه فیلسوفی متنفر بود وهمن، و به قول مسعود فیض‌زاده اصلا میخندید به این حرف که میگفتن آقا تو یه فیلسوفی فیلسوفانه داری مینویسی، میخندید رد میشد، اصلا میگم ولمون کن، این چیا چیه، این لقبا چی دارید به من میدید؟ یعنی ببین بت ساختن علکی بده، زیاد ندیده شدن طرف هم بده. خب متاسفانه هادی درگیر هر جفتش شد، اون زمانی که باید دیده میشد دیده نشد، اون زمانی که دیگه نباید بتش میکردن علکی بتش کردن، و فکر میکنم این یکی از مواردی بود که بیشتر علامت سوالا رو بالا سر هممون منظورم مخاطبای عامی که طرفدار هادی بودن. فکر میکنی هوادارهای هادی پاکزاد حق ندارن که در واقع درباره اتفاقات اون شب چیزی بدونن؟ هنوز قراره که تا ابد این علامت سوال ها به وجود بیاد؟ یعنی یه انتخاب شخصی خانوادگی ها، یعنی من باز نمیخوام مسیری به حرف بزنم. بذار چیز بگم، شفافتر بهت بگم، همه ماها دو وجه زندگی داریم، اولیش وجه کاریمونه، دومیش وجه شخصیمونه. خب اینی که میگم وجه شخصی، نه به این خاطر که الان فردا دوباره شایعه بشه که آقا هادی پاکزاد با خانواده‌اش مشکل داشته، نه اصلا اینطوری نیست. منظور ببین، هادی آدم درونگرایی بود، هم اینو میدونن، آدم درون، کاملا درونگرا بود، یعنی که شاید یه چیزایی تو سرش بود که اصلا مطرح نکرده بود حالا عمرش با هیچ کس. من و تو هم شاید یه درصدی درونگرایی داشته باشیم، اما درصد درونگرایی هادی خیلی بیشتر از اینا بود. به نظر من نه، تا وقتی که اون مسئله شخصیه، هوادارا به نظر من نباید زیاد داخلش بشن، مسئله شخصیه، مسئله من نمیتونم تایید کنم یا تکذیب کنم که مشکل خانوادگی داشته، نه اصلا این حرفو نبوده. هادی خانواده خیلی خوبی داشت، نمیتونم الکی بگم نه اینا رابطهشون خیلی با هم خوب بوده، یا الکی بگم نه یه مشکلی داشتن، نه من خانواده‌اش رو سر مراسم رونمایش دیدم، یه تولدی هم براش گرفتن، خیلی هم گرم. اما این شایعه کجا در میاد؟ بس میدن به مادرش، بس میدن به نمیدونم برادرش یا هر کی. به نظر من نکنن این کارو، خیلی بهتره، یعنی جز این که داغ دل خانواده رو تازه کنن هیچ کار دیگه نمیکنن. خانواده بله اگر میخواست، خانواده اگر میخواست شخصیشون باید احترام گذاشت طبیعتا. من همین نظر دارم، به نظر من اون شب
هادی پاکزاد شخصی رو باید ببینیم، نه هادی پاکزادی که هممون توی جامعه هنر دیدیم. و به عنوان سوال آخرم که پایان این بحث باشه، به نظرت میراث ماندگار هادی پاکزاد برای مخاطبان موسیقی در اون ژانر، برای دوستداران و هواداران موسیقی چی میتونه باشه؟ ببین، هادی اولیش نبوده، آخریش هم نیست. اما هر آرتیستی میگه، منظورم موزیسین و هنرمند و خواننده نیست، کلن هر آدمی که یه چیزی از خودش خلق میکنه، به نظر من اون چیز میراث ماندگار خودشه. اما از هادی شاید کسی تا جایی که میخوام بگم 80% شاید بدونن، 20% ندونن. هادی 8 آلبوم داشته، نهمیش تاریکی بوده که اصلا آلبوم محسوب نمیشه. بهنام درست گفت، تاریکی سلکشنی بود از 8 آلبوم اول هادی. آلبوم دهم هادی موزیکاش تموم شده بوده، ریکورد شده بوده و به وکال نرسیده بوده. و این آدم تقریبا 80 تا موزیک داشته، داره، که نه قراره بیشتر بشه نه قراره کمتر بشه. هادی پاکزاد نوشته هایی داره که به نوبه خودش خیلی نابه تکراری نیست. و من فکر میکنم هادی نباید الان به دنیا میومد، و یه ذره زود به دنیا اومد، واسه الان نبود. و این آثار منتشر نشدنش قرار هم نیست، حالا اهم از شعر یا آثار موسیقیش قرار نیست منتشر بشه. نه، به هیچ وجه. آره، به هیچ وجه. چون مالک اصلی اون کارا، اولا کار رکورد شده ای نیست که بخواد منتشر بشه، این از این. در ثانی اگر هم کار رکورد شده ای هم بود، مالک اصلی این کار خود هادیه. وقتی هادی تصمیم میگیره که اینطوری به زندگیش پایان بده، پس به نظر من مالکیتش برای خودش مونده و در ادامه اون تصمیم دیگه نباید ماها بیایم تصمیم دیگه ای بگیریم. و بنا به 1001 شعاف و نمیدونم این تیپ حرکت هایی که زیاد اتفاق افتاده، بخوایم بعد از مرگش مثلا بیایم کارایی که شاید دوست نداشته منتشر بشه، معلوم نیست. به نظر من زیاد جالب نیست حتی این اتفاق. اما هادی کار شنیدنی کم نداره. من فکر میکنم جواب سوالاتو بتونم با هم یه جمله بگم، کار شنیدنی کم نداره. رضا کریم طبعا خیلی ممنون، مرسی که وقت تو با ما دادی. من این لایو رو سیو میکنم که دوستانی که ندیدن حتما کارمون رو ببینن، صحبت پایینت رو میشنویم و ازت بازم متشکرم. به من ما الان هادی پاکزاد کم نداریم، بهتم گفتم. نه قهری بوده نه غضبی بوده، کاری نبوده از هادی بره تو ارشاد رد بشه، اینطوری میخوام خیلی چیز بهت بگم، یعنی اصل کلامم الان با مخاطب نیست، با تصمیم گیرنده های این صنف. کامنت اولی که شورای موسیقی وزارت ارشاد راجع به آلبوم هادی پاکزاد به من داد فکر میکنی چی بود؟ نمیدونم. کار خاکستریه. خب شنیده بودیم، سیاه شنیده بودیم، سپید شنیده بودیم، دیگه راجع به موزیک خاکستری دیگه نشنیده بودیم. یه ذره عجیب بود این رنگه. رفتم برای دفاع. کامنت دوم فکر می‌کنی چی بود؟ یه رنگ دیگه یه تمامن گفتن دیگه. نه دیگه از رنگ اومدم بیرون، چون اونجا دیگه من کشوندم تو رنگ‌هایی که دیدن داره به بی‌شرمی می‌کشیده میشه داستان. کامنت دوم کارا فلته. خب آقا چه فلت باشه، چه ایرادی داره؟ بهمن، در کل این خاطره خیلی کوچولو دو خطی رو تعریف کردم که بگم که الانم هستا، الانم مثل هادی پاکزاد لااقل دور و بر من یکی زیاده. خب که اگر ماها قدرشون رو ندونیم، اگر ماها هواشون رو نداشته باشیم، وزارت ارشاد الکی بخواد چوب و چرخشون بکنه، خب معلوم نیست چند سال دیگه این موقع داریم راجع به یکی دیگه از اینا صحبت می‌کنیم. خب به نظر من یه ذره ببین، اون چیزی که راجع به هادی بهت گفتم فقط تو یه جمله دیگه میخوام بگم و دیگه تموم کنم صحبتمو. هادی درگیر دو تا حاشیه شد. حاشیه اولش ندیده شدن تو دوران هنریش، حاشیه دومش بت شدن تو دوران بعد از مرگش. همین، به نظر من بهتره که بیایم اینا رو یه ذره، این پازل رو یه ذره درستش کنیم. من فکر میکنم این اگه این کارو کنیم دیگه هادی پاکزاد هایی با این سرنوشت ما نخواهیم داشت. نه داریم، حداقل کنارمون.
جمله آخر جمله جذابی بود. من این لایو رو سیو میکنم برای دوستانی که ندیدن. از رضا کریم تبار و بهنام مزاری خیلی ممنونم، مرسی که وقتتون مدلی تو این لایو شرکت کردید. شب خوبی داشته باشید با شما و همه بیننده های این برنامه. خداحافظ میکنم، مرسی، خداحافظ. خداحافظ.